بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و الله و برکاته. با سلسله درس های فضایل صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم اون کسانی که بر ما حق بزرگی دارند اون حلقات وصل میان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امت اسلامی کسانی که قرآن رو برای ما حفظ کردند و احادیث رسول مکرم اسلام رو برای ما حفظ کردند و به ما رساندند کسانی که برای حفظ دین و اعتقادات از جان و مال خودشون گذشتند کسانی که برای اینکه دعوت رو به دنیا برسونند با عبر های بزرگ اون روز یعنی ایران و روم مبارزه کردند و اونها رو شکست دادند اتفاقا بحث امروزمون در مورد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پدر خانم رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست کسی که دوران خلافتش به عدالت شهرت دارد کسی که دشمنان قبل از دوستان به عدالت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه اذعان کردند و یقین کردند شخصیتی که توانست اسلام رو به ما ایرانیان برساند میدونیم که اسلام در دوران خلافت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وارد ایران شد و ایشون بود که توانست امپراتوری بزرگ اون روز ایران رو شکست بدهد و نور اسلام رو وارد سرزمین عزیز ایران ما نماید عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه قریشی است به این معنی است که جدش به در کعب ابن مره به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسد و در واقع ایشون هرچند جزو کسانی که در روزه های اول دعوت اسلامی بودن مسلمان نشد اما از هنگامی که مسلمان شد سراسر اسلامش برای مسلمانان خیر و برق... برکت بود این عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است که میفرماید ان اسلام عمر کان فتحا اسلام عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فتحی بود و هجرته لنصرا و هجرتش نصر و پیروزی برای اسلام بود و امارته رحمه و دوران امارت و خلافتش رحمتی برای امت اسلامی بود بعدش عبدالله بن مسعود میگوید سوگند به خدا که ما نمیتوانستیم در کعبه نماز بخوانیم و در مسجد الحرام نماز بخوانیم تا زمانی که عمر ابن خطاب مسلمان شد وقتی که عمر ابن خطاب مسلمان شد ما تونستیم در کعبه نماز بخونیم و عمر به اندازه مبارزه کرد تا اینکه ما را گذاشتند که در کعبه نماز بخونیم و این عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است که میفرماید نخستین کسی که اسلام را آشکار کرد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بود گرچه میدونیم اسلام در سه سال اول دعوت و در دوران نخست دعوت به صورت پنهانی پیامبر اکرم دعوت میداد اما با زیاد شدن تعداد مسلمانان و به ویژه مسلمان شدن شخصیت مانند حمزه ابن عبد و عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که انسان توانمند و قوی و زینفوزی بودند مسلمانان تونستن اسلامشون رو اندک آشکار بکنند ماجرا هم از این قرار بود که نبی مکرم اسلام دعا می کردن طبق روایتی که ترمزی روایت کرده و روایت صحیحی هم هست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا میکردن و میفرمودن اللهم اعز الاسلام به احب هذین الرجلین الیک خدایا اسلام را با یکی از این دو نفری که نزد تو محبوب تر هستن عزیز بگردان به ابی جهل او به عمر ابن الخطاب یا ابو جهل رو مسلمان بکن تا اسلام عزیز بشه یا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه را توفیق مسلمان شدن عنایت بکن تا اینکه اسلام قدرت پیدا بکنه و راوی میگوید و کان احب به هما الیه عمر معلوم میشه که محبوب ترین شخص نزد خداوند عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بود که خداوند این توفیق رو عنایت فرمود که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مسلمان بشه پس پیامبر مشتاق بودند که خداوند عزوجل اسلام رو به یکی از این دوتا شخصیت بزرگ قریش که در قریش نفوذ بالایی داشتند یعنی ابو جهل و عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه نصرت و یاری بکند و خداوند عز وجل به وسیله عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یاری نمود به هر حال آنچه مسلم هست این هست که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه قبل از اینکه مسلمان بشود موضعی سخت و شدید و خشن علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام داشتند اما بعد از اینکه آیاتی رو از قرآن کریم شنیدند این آیات در ایشون تحول و دگرگونی ایجاد کرد و وقتی که مسلمان شدند همانگونه علیه کفار و مشرکین سخت و شدید بودند البته روایت معروفی که اسلام و عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه رو روایت میکند در واقع مقداری ضعف داره به این خاطر ما از ذکرش در اینجا خودداری می بعد از اینکه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مسلمان شد همونطوری که گفتیم اسلام احساس قدرت بیشتری کرد به ویژه که در همین روزها هم حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه قهرمانی دیگر از قهرمانان قریش در واقع که عموی نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم به شمار میرود هم مسلمان شده بود بعد از اون عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه مسلمان شد در کنار رسول مکرم اسلام در زندگی مکی و مدنی قرار داشت به طوری که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه در همه غزوات حضور داشتند در نتیجه ما میتونیم بگیم که عمر ابن خطاب جزو سابقین اولین از مهاجرین هستند پیشگامان نخستین از مهاجرین کسانی که از مکه به مدینه هجرت کردند پس عمر جزو پیشگامان جزو مهاجرین اون کسانی که از مکه به مدینه برای حفظ دین خدا هجرت کردند و از اینها همونطوری که میدونیم خداوند از وجل اعلام رضایت نموده همچنین در غزوه بدر عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه حضور داشتند غزوه که پیامبر اکرم درباره کسانی که در آنها در این غزوه شریک بودند و شرکت داشتند پیامبر اکرم فرمود که خداوند به اینها گفته هرچی چی میخواهید انجام بدید من شما رو مغفرت کردم بعدش در احد و در بیعت رزوان اون کسانی که در زیر درخت با نبی مکرم اسلام بیعت کردند در همه این صحنه ها در فتح مکه و در تمام غزوات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی اکثریت قریب به اتفاق غزواتی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلام حضور داشتند و مبارزه کردند عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه در کنار ایشون حضور داشتند و این خودش فضایل عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه رو میرسونه و بزرگواری میرسونه که بعد از اینکه مسلمان شدن از هیچ یک از غزواتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در اونها جنگیدن عمر ابن خطاب غیبت نکردند و فضایل زیادی در واقع در احادیث و در سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم درباره عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وارد شده و همین بس که بعد از اینکه دختر عمر ابن خطاب حفصه رضی الله تعالی عنها بیوه شد شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم از ایشون خواستگاری نمود و دختر عمر ابن خطاب حفصه رضی الله تعالی عنها جزء امهات المؤمنین گردید جزء مادران مؤمنین اون کسانی که قرآن کریم در مورد اونها میفرماید و ازواجه امهاتهم همسران نبی مکرم اسلام مادران مؤمنان هستند پس یکی از مادران مؤمنان به گواهی قرآن کریم حفصه رضی الله تعالی عنها دختر عمر ابن خطاب می باشد و این گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم اون رشته قرابت و در واقع خیشاوندی خودش رو با عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه نزدیک نمود و این خودش فضیلتی دیگر برای این خانواده و برای این اهل بیت هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلاش می کند تا با آنها نزدیک شود در حدیثی که از جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه امام بخاری و امام مسلم روایت کردند نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من در خواب دیدم که وارد بهشت شدم در اونجا رومیسا همسر ابو تلهه رو دیدم و همچنین در اونجا صدای پای شخصی رو شنیدم گفتم که این صدای پای کیست گفتند صدای پای بلال رضی الله و تعالی عنه هست این هست که ما بارها گفتیم که درسته که ما گروهی داریم به نام عشره مبشره یعنی ده نفری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم اونها رو به ترتیب بشارت به بهشت داده اما در اینجا میبینیم که پیامبر اکرم در این خوابشون که خواب انبیا وحی هست اعلام میکند که من وقتی وارد بهشت شدم رمیسا همسر ابو, تل... ابو رو دیدم همچنین صدای پای بلال رضی الله تعالی عنه رو در اونجا دیدم و همچنین فرمودند که من در اونجا قصری رو دیدم که در کنار آن کنیزی وجود داشت گفتم این قصر از آن کیست گفتند از آن عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هست بعدش چون بیاد غیرت عمر رضی الله تعالی عنه افتادم به قصر نزدیک نشدم وقتی که این خبر به عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه رسید و به عمر ابن خطاب گفتند عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه گریه کردند و فرمودند آیا علیک اغار آیا در مورد تو یا رسول الله هم من به غیرت میایم و اینگونه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه گریه کردند این احادیثی که دال بر این هستند که اساسا عمر ابن خطاب خلفای راشدین اشره مبشره و بسیاری از مهاجرین و انصار از یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهشتی هستند در کتب حدیث بسیار زیاد هستند چنانچه بالاتر از این که ما به اینها استدلال بکنیم آیات صریح قرآن کریم هم به در واقع به بهشتی بودن اینها اذعان دارند اونجایی که خداوند عز از زوجل از مهاجرین و انصار پیشگامان نخستین از اهل بیت رزوان اعلام رضایت و اعلام خوشنودی نموده است و قطعا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم جزو مهاجرین و انس جزو مهاجرین بدری ها جزو اهل بیت رزوان و جزو کسانی هست که در آیات متعدد مورد تعریف و تمجید خداوند عز و جل قرار گرفته است و ما در همین جا باید تاکید بکنیم که این تعریف تمجیدها و این بشارت های به بهشت و این فضایلی که پیامبر اکرم برای شخصیت هایی مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بسیاری از صحابه بیان کردن اینها از روی احساسات و عواطف یا سخنانی در هوا نیستند بلکه این به خاطر ایمانشون و به خاطر عمل صالحشون و به خاطر جهاد و مبارزه ای که اینها در راه اسلام و دین و عقیده کردند و به خاطر خدا و پیامبر از همه چیزشون از جان و مالشون گذشتن این گونه مورد تعریف و تمجید خداوند عزوجل قرار گرفتند. دعا بکنید که خداوند عزوجل به ما اخلاص عنایت بکند به ما فهم صحیح عنایت بکند و به ما این توفیق رو بدهد که ما سیرت این بزرگواران این شاگردان تربیت یافته مکتب رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم رو درست بفهمیم درست یاد بگیریم نه اینکه تنها بهش افتخار بکنیم گرچه اینها مایه افتخار ما هستند و تاریخ امت اسلامی هستند و مایه افتخار امت اسلامی هستند اما ما تنها به خاطر این یاد نگیریم بلکه به خاطر این زندگی اینها رو بررسی بکنیم که در مسیر اونها گام برداریم اعمالی مانند اعمال اونها انجام بدیم و همون گونه اونها در راه دین و ایمان و عقیده ایثار کردند جانفشانی کردند و از جان و مالشون گذشتن خداوند از زوجل به ما همین توفیق رو عنایت بکند که ما هم در همین مسیر و در همین راستا گام برداریم تا جلسه دیگر که باز هم در خدمت دوستان و سروران گرامی خواهیم بود اگر حیاتی باقی ماند السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو